این صدای ما از رادیوی جهانی پارس است. دوستان عزیز بیننده، به برنامه دیگر از سری برنامه‌های پر پاسخ یا پاسخ هفته یا سوال هفته در خدمت شما هستیم با برادر عزیز و گرامی و ارجمند کشیش محمد مدبر و امروز سوال دیگری رو با شما مطرح خواهیم کرد و خوشحال خواهیم شد که نظرات شما رو هم بشنویم و حتما با ما در تماس باشید. و قبل از این که سوال رو شروع کنیم میخوام از برادرم کشیش محمد مدبر خواهش کنم که با شما احوالپرسی کنن و سلام بگن، فرصتی بدم بهشون. منم همینطور اجازه میخوام که خدمت شما عزیزان عرض ادب و ارادت بکنم. امیدوارم که تا الان ساعت خوبی رو گذرانده باشید و دقایق بیجارو برای ما و شما پر از برکت خداوند باشه. اینطور باشه. آمین. 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 دوستان عزیز، سایت پرپاسخ رو حتما باهاش تا حالا خوب آشنا شدید، ولی میخوام خوب جا بیفته برای شما و در اینجا میخوام بگم که سایت پرپاسخ آدرسش هست پرپاسخ.com که به لاتین میتونید بنویسید، فارسی رو به لاتین بنویسید پرپاسخ.com و این وبسایت رو خواهید دید و در این وبسایت سعی شده به بسیاری از سوالات شما که سوالات خیلی اساسی هست جواب داده بشه، در مورد کتاب مقدس، مسیحیت، تاریخ کلیسا و ادیان مختلف، مذاهب مختلف و همینطور فلاسفه مختلف و فیلسوف‌های مختلف و فلسفه های مختلف و همچنین سوالات که برای شما پیش میاد روزمره به اونا جواب داده میشه، در مورد زندگی مسیحی، حتی اگر مسیحیان سوالاتی دارن برای اونا هم جواب داریم و شما میتونید سوالاتتون رو در وبسایت برای ما بفرستید و حتما پاسخش رو برای شما میفرستیم. اگر خواستید سوالی رو جستجو کنید که در فکرتون هست میتونید در قسمت جستجو بنویسید و پیدا کنید و به فارسی بنویسید و وبسایت اگر کلمه‌ای که می‌نویسید در این سوال پیدا کنه برای شما سوال مربوطه رو یا سوالات مربوطه و پاسخ‌ها رو برای شما میاره. خدا رو خوشحال هستم که در خدمت برادر عزیزم مدبر هستم و با سوالی دیگر در خدمتشون هستیم و سوال این هفته سوالیه که خیلی حساسه و در مسیحیت خیلی بحث شده در موردش. بله. آیا ما انسان‌ها از روح، نفس و بدن هستیم؟ تشکیل شدیم از روح، نفس و بدن و هر کدوم از اینا چه مشخصه‌هایی دارن؟ و یا اینکه از روح یا جان و بدن هستیم؟ بله. جان و بدن یا از دو بخش یا سه بخش؟ از دو بخش یا سه بخش هستیم و هر کدوم از اینا مشخصه‌شون چیه، فرقشون چیه؟ بله. و چطور عمل می‌کنن؟ بله، از اون مباحث خیلی حساس هست. بله. اگر نگیم خیلی هیجان برانگیز، اگر نگیم خیلی پر سر صدا، ولی از مباحث خیلی حساس هست. بله. و در واقع لبه خطر پرته. بله. این در واقع در لبه پرتکار راه رفتنه. من بارها توجه کردم که بسیاری از مسیحیان وقتی که گناهی میکنن میگن این جسم من بود، روح من. بله، این باور ناستیکیه. بله. دردسرای کلیسای قرنتیان. بله. در مثال اول قرنتیان برای همین خطرناکه. بله، اینه که خیلی خطرناکه و باید خیلی حساس باشیم نسبت. بله. به این، یعنی باید درست این رو متوجه بشیم و درست. بله. این رو منتقل بدیم به کسانی. بله. که به عیسی مسیح باور دارن. بله. در کلیسای. بله. خودمون. بله. درست در موردش تعلیم داده بشه. بله. موعظه کرده بشه تا این شبهه پیش نیاد. دقیقاً. من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله. چون جسم طالبه و بدن. بله، اون وقت گناه اتفاق میافته دیگه. برادر نه اینطور. بله، ما کتاب مقدس و کلیسای مسیح باور داره که انسان از سه بخش بدن، جان و روح تشکیل شده. بله. واقعا در واقع میشه به تعبیر قدیمی تر گفت جسد، نفس و روح. بله. ولی بدن، جان و روح امروزی تر و قابل. کلماتی که برای این سه بخش استفاده شده چه چیزهایی است؟ یکیش بدنه، یکی جسمه، جسده. بعد در کتاب مقدس منظورم است جسم، جسد، بدن. اگه اجازه بدید کم کم آیات رو پیدا میکنیم، تو آیات میفهمیم که آره این لغت هم وجود داره. موافق هستید با هم؟
به اول تسالونیکیان باب 5:23 بریم. آیه معروفیه. بسیار آیه معروفیه. اول تسالونیکیان. بله، باب 5:23. بله، 5:23. خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی‌عیب محفوظ بماند. کاملا و بله. روح، جان و تن شما. بله، بله. منظور همون جسم بله، بدنه بله، یا نفس بله. که همون جان میشه و بله. اینم یه کلمه دیگه یه که استفاده شده بله. در کتاب تن. از این بله. گوشای ما برای این لغات آشنا باشه بله. با دستبندی هاش. بله بله. به هر حال ما کلام واضح، روشن، بدون هیچ شبهه‌ای به ما میگه سه تاش. بله. و چقدر قشنگی پدر پسر روح القدس. بله جالبه، اینم تسلیس انسانی. فقط جذابیته، یعنی در واقع تشابه زیبایی. بله ولی ما اسناد مدارک قابل اثباتی که اینا هر کدوم از اینا روح پدر نه بدن جس عیسی مسیح نمیدونم نفس روح القدس. بله نه نه واقعا این تعبیر شاعرانه است. بله بله ولی غلط. بله ما فرصت نداریم. من یک خاطره خیلی خیلی خوب از یکی از بهترین معلمانم دارم در مورد اولین در واقع تفسیر کلامی که داشتم. اولین چیزی که فکرم از خدا گرفتم در مورد شاول و خداوند عیسی مسیح در بیابان و معلمم به من گفت محمد اینی که گفتی چقدر قشنگ بود ولی 100% غلط. زیباست ولی غلط. بله این ستاس با چه قشنگ برادر. یه معلمم داشتیم در الهیات الانوزم هست و خادم خداست و کشیش کلیساییه. وقتی بهشون یک نظریه‌ای رو میگفتیم که اشتباهه خیلی دوست نداشت که خیلی حالت تهاجمی پیدا کنه، همیشه میگفت اینم یک نظریه میشه در موردش فکر کرد. میشه فکر کرد. بله بله. و چه اینم قابل تعامله و قابل تعمق و تعامله. بله ولی واقعا باور کنید که این جزء تفسیرهای تشبیهیه و از مبنا غلطه. بله بله. فقط ادوات شبیه همه و بله، شباهت داره. بله. بله. که همونطوری که خداوند در ما هم این چند بعدی وجود داره، سه بعدی بله. وجود داره. بله. بله. عبرانیان 4:12 هم به این اشاره میکنه. بله این خیلی مهمه چون که بعضیا میگن که جان و بدن فقط و بله. روح نیست و بله. یا روح و بدن و بله. جان نیست و اینها اینجا این آیه کاملا روشن میکنه که روح بدن رو همه موافقن که هست بله. اونو کسی نمیتونه رد بکنه ولی بحث سر روح و جانه. بله. و جالبه که در این آیه باب 4:12 هست. 12 در آیه 12 میبینیم که کلام خدا جدا کننده روح و نفسه. روح بله. و جانه و خیلی جالبه. بله میخونید برادران. بله زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودن و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز استخوان را نیز جدا میکند و سنجشگر افکار و نیت های دل است. بله. خیلی زیباست. خیلی واضحه. خیلی روشنه بله. که بله همونجوری که برادرم کشورش اشاره کردند این آیه ما را از این شبهه در میاره که بله, بله. ما سه بعد هستیم. بله. جسم که انکار بدن در واقع انکار ناپذیره. بله. جان و روح میمونه که در مورد شباهت‌هاش اصطلاحاً در ظاهر یه شباهت‌های کاربردی داره. اینجا با ما توضیح میده که نه اینها کاملا از هم جداان و بله. تو آیات بعدی ممکنه ما بیشتر باش آشنا بشیم. بله. همونطوری که برادر فرمودید جسم غیر قابل انکاره، همونطوری که در دنیای مادی قابل دیدن، لمس کردن، آزمایش شدن وجود داره. پس جا رو اشغال میکنه در بله. زمان و مکان میگنجه. بله. بله. و برای همین خیلی لابراتواریه، آزمایشگاهی. بله. بله. قابل بله. اثباته. اما اون چیزی که در ایمان مسیحی جان ازش نام برده میشه چی هست اون؟ جان چی هست؟ بله. اون شخصیت، هویت و کاراکتر ماست که شباهت به خدای پدر داره. در ابتدا خدا شخصیت، هویت و کاراکتر ما رو شبیه خودش آفرید. 1:26 در کتاب پیدایش بله. از معروف ترین آیاتیه که میتونیم در این مورد در بله. موردش حرف بزنیم. بله. 1:26 کتاب پیدایش خدا میگه که ببین من انسان رو شبیه خودم. بله. شبیه خودم در صورت و بلد کنید. بله. آنگاه خدا گفت انسان رو به صورت خود و شبیه خود بسازیم
و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و حکومت کند. بله. ما در صورت و موافق شبیه او هستیم. بله. به صورت او و موافق شبیه او هستیم. ما مثل خداوند آفریده شدیم که در واقع عقل و اندیشه داشته باشیم. داریم الان. ما مثل خداوند هستیم. اینا از بین نخواهد رفت. خداوند وقتی آفرید حتی پس از گناه ادامه داره. بله. ما عقل و اندیشه داریم. ما احساسات عواطف داریم. بله. ما اراده و قدرت تصمیم گیری و قدرت انتخاب آزاد داریم. بله. بله. و ما مثل خدای پدر مثل خدای پسر و روح القدس خلاق هستیم. بله. آثار بله. هنری بله. کارهای ابتکاری اینا بله. اون چیزی که در پدر بود و در ما هم هست دقیقا. و از بین نمیره اون چیزی پس که... به کلامی دیگه نفس بله. چند کار انجام میده، یکی احساسات داره، اراده داره و بله. تفکر. بله. این سه چیز در نفس و خلاقیت. و خلاقیت. بله. بله. و در واقع اراده و قدرت تصمیم گیری، عقل و اندیشه، احساسات عواطف و خلاقیت ماست. بله. این ابعاد در واقع گوناگون ما در نفس یا جان. جان. بله. اجازه میدید که ما جان رو دنبال کنیم و این به این لغت جان عادت بکنیم. تو در ترجمه جدیدتر از نفس بله. کمتر. بله. کمتر استفاده شده یا بیشتر از جان استفاده بله. شده، یک خورده متداول تره بله. من همون ترجمه و این ترجمه که به نفس اشاره میشه بیشتر دوست دارم، اما لغت در واقع محاوره جان هست بله. ما در جان بله. روح بخش روحانی ماست بله. فیزیک، لابراتواری، آزمایشگاهی، قابل اثبات، غیر قابل انکار. جان اون چیزی که شخصیت ماست، اما روح بخش روحانی ماست نه. و این بخش غیر مادی ماست. بله. میخوام اگه اجازه بدید در با سراغ آیات کلام خداوند در واقع این توضیحات بنده بیشتر روشن میشه، تعمیر بله. میشه بله. انجیل متی باب 10 آیه 28 یک هشداریه که خداوند عیسی به همه ما داده. 10:28 بله 10:28 تو اون یه نکته فوق العاده زیبایی وجود داره. از کسانی که جسم رو میکشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید، از او بترسید که قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند. اینجا هم داره میگه یه فرقی بین جسم و روح هست. بله. میگه از اون بترس که قادر جسم تو رو نابود کنه، اما از اون نترس که بله نه ببخشید از اونی که میتونه روح تو رو جسم تو رو از بین ببره از اون نترس، چون او دسترسی به روح نمیتونه داشته باشه بله. اما باید از کسی بترسی که جسم و روح تو رو میتونه. بله. در حقیقت خداوند. بله. خود خداوند وقت روز بله. داوری بله. اون جسم و روح ما رو بله و شیطان که فقط بر جسم ما سلطه داره و بله. تمام تلاشش اینه که توضیح میدیم ما رو نابود کنه بله و دست ببره به جان ما بله روی بله. قدرت تصمیم گیری ما اثر بذاره بله. روی احساسات ما اثر بذاره روی اراده ما بله عقل و اندیشه ما اثر بذاره بله. و اونجوری که میخواد همه اینا رو در کنترل خودش در بیاره بله بله وقتی بعد از گناه تمام چیزی که خدا در ما گذاشته بود شباهتش و بعد حکومتش همه با از محوریت خدا به محوریت شرارت در اومد بله. این باعث تأسفه که حتی بله. احساسات ما، عقل و اندیشه ما، اراده ما میتونه برای شرارت باشه بله. میتونه برای نابودی این جهان باشه، بکار برده بشه بله. بکار برده بشه. من زیاد وقت نداریم، من یه مدتی با خودم فکر میکردم گیوتین، مخترع گیوتین با چه قلبی دست به اختراع زد بله که وسیله خلق کنم که راحت تر سرها زده بشه بله. اون رو برای خرد کردن هویج قطعا بله نساخت بله. اون رو صرفا برای اعدام ساخت بله بله من فکر کنم که این هوش و خلاقیت و استعداد و توانایی و وقت و زمان رو گذاشت برای اینکه اینا با محور شرارت بله بله متی باب 26 آیه 41 بله ۲۶:۴۱ بله اینجا باز هم بین روح و بدن یا جسد یه فرقی میذاره بله 26:41 بله. بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید، روح مشتاق است اما جسم ناتوان به خاطر ابعاد فیزیکیش پس از شرط گناه بله این مسئله به وجود میاد بله. انجیل یوحنا باب 3 آیه 6 ما در مورد بدن و جسد داریم حرف میزنیم بله. ما در مورد تن داریم حرف میزنیم بله. یوحنا
سه شیش بله سه شیش اینطور میگه: آنچه از بشر خاکی زاده شود بشریست، اما آنچه از روح زاده شود روحانیست. بازم فاصله یه جسم و روح کاملا روح میگه اون چیزی که فیزیکیه مربوط به جسم، بله، قابل پذیرش، قابل لمس، قابل امتحان و آزمایشه، هیته جسمانی، هیته جسمی و فیزیکیه. از فیزیک برمیاد. بله، شما از فیزیک انتظار مسئله روحانی، بله، اون چیزی که از روحه مسئله روحانی است. بله، و اون چیزی که از مسئله روحانی مربوط به روحه. بله، کاملا بله. فاصله این دوتا رو میگه. بله، ما آیاتی داریم که به ما کمک میکنه تا در مورد اراده، احساسات، عقل و خلاقیتمون که جان ماست رو هم نگاه کنیم. پیدایش باب یک آیه، باب دو آیه هفت. اینقدر 1:26 رو استفاده میکنیم تا بگیم پیدایش، میگیم 1:27 پیدایش. 2:7 بله. پس 2:7 اینطور میگه: آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی اون نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. موجودی زنده، روح القدس حیات رو در ما دمید و ما موجودی زنده شدیم. بله، ما جان در کلام خداوند دو برداشت داره: یه جان که همین حیات ماست، جانش رو از دست داد، بله، یا در حد موت بود، بله، به او رسیدیم، تیمارش کردیم، جان گرفت. بله، درسته؟ بله، اولین تعبیری که ما در عهد عتیق و عهد جدید ممکنه باش روبرو بشیم در نفس یا جان به معنی حیات هست. بله، زندگانی. بله، بله، قوت زندگانی. بله، اما مورد دیگه ای که بر موش گفته میشه در مورد شخصیت ماست و اون جانی که کتاب مقدس منظورشه که بله، ما بین فیزیک و روح مطلق هست. بله، بله، و اون در واقع نفس جان گفته میشه. بله، بین این دو تاست. بله، اون معمولا لغت دل هم ازش استفاده میکنن. بله، ما میتونیم اعمال رسولان باب 23 آیه 1 رو نگاه بکنیم. یه لغت به قول قدیما خوشگل دیگه هم در مورد این جان ازش استفاده شده. اعمال رسولان 23 آیه 1. بله، پولس بر اعضای شورا چشم دوخت و گفت: برادران من تا به امروز با وجدانی پاک در حضور خدا زندگی کردم. وجدانی پاک. بله، بهش وجدان هم میگن. بله، در ترجمه قدیم بهش گفته زمیر ساله. ساله. بله، پس ما وقتی در مورد جان صحبت میکنیم در مورد وجدان هست. وجدان هست یا اگر زمیر هست با معادل اون هست و دل. بله، لطف کنیم به رومیان 12:2 بریم. این هم آیه خیلی 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 معروفیه، از اون جاهاست که پیشنهاد میکنیم جاشو حفظ کنید. 12:2 و دیگر هم شکل این عصم شوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. میگه ذهن خودتون رو اینجا ذهن به جان اشاره میکنه. بله، به جان اشاره میکنه. یعنی دل، وجدان و ذهن. بله، بله، همون زمیر رو. بله، بله، بر زمیر صالح یا وجدان پاک. این دو تاش یکیه. بله، و میگه ذهن. بله، میگه اون چیزی که با گناه آلوده شد امروز بله، با ذهنتو تازه کن. بله، ما فیزیکمون پس از نجات، من بعد از نجات که 30 و چند سالم بود یا برنگشتم به 15 سالگی، طبیعت بله، فیزیکیم نو نشد، همون میمونه. بله، روح من تولد تازه میابه، اما جان منه که تولد تازه میابه از اسارت ها و در واقع عادت های کهنه که همش زیر سر احساسات، اراده، فکر و اندیشه و خلاقیت من بود. باید عوض بشه. بله، عوض میشه. شیطان وقتی میخواد وارد زندگی یک انسان بشه، کشتن جان اون برش سودی نداره، چون به هر حال میمیره. بله، روح او رو هم که نمیتونه اسیر بکنه. بله، و تنها جایی که میتونه چنگ میندازه و اون به تاریکی خودش بکشه جان ماست. بله، تفکر، بله، احساسات، تمام اسارت ها. بله، بله، میتونیم الان دونه بدونه چرتکی بله، میزنیم و بشماریم. بله، اعتیاد ها، عادت ها، بله، فساد ها، همه اینا در جان نهفته است. همه اینا در جان نهفته است. پس مرقس 12:3 هم ممکنه نگاه کنیم. میگه ذهنتون رو تازه کنید. حالا به آیه بعدی 12:3 مرقس هست. گاهی ساعت به سرعت میگذره. ای کاش زمان یواشتر میرفت. 12:3 بله.
دلدست میکنه. اما آنها غلام را گرفته زدند و دست خالی بازگرداندند. مرقس مرقس 12:3. بله. فکر میکنم من جاشو اشتباه کردم. بله. به سرعت اینو میتونید پیدا کنید؟ بله، نه اجازه بدید جلو بریم چون پیدا. لوقا 14:26 همینطور. لوقا 14:26. بله، من محلشو حتما اشتباه نوشتم. 14:26. بله، میگه هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. جان من نفرت ندارد منظور بدن نیست. میگه باید اون رابطه عاطفی که با پدر و مادر، وابستگی هایی که داری را اگر بله اگر اون نتونی اونها رو، این وابستگی رو ترک کنی، ترد بکنی، بله، این اسارت رو تحت تاثیر اگر نتونی حتی خودت رو، من بعضی وقتا حتی بابت عادت ها و در واقع خودپسندی ها ما میتونیم اجازه نداریم به خدا نزدیک بشیم. بله بله، به ما اجازه نمیده که به خدا نزدیک بشیم. بله. و همینطور انجیل یوحنا باب 12:27 هم، 12:27 یوحنا 12:27. بله. اکنون جان من مضطرب است، چه بگویم؟ آیا بگویم پدر مرا از این ساعت رهایی ده؟ جان من مضطرب، نه بدن من مضطرب، جانی که مضطرب، بله، جانی که مضطرب میشه، اون بله. احساسات عواطف ماست که تحت فشارهای مختلف میگه رو به موته. بله. عیسی گفت در باغ میشه. بله. در باغ جسیمانی. بله. اما به روح میخوایم بپردازیم. روح انجیل متا باب 27 آیه 50. نه تنها کلام خداوند، 27:50 انجیل متا، بله، نه تنها خداوند اینها رو دونه به دونه برای ما گفت، بلکه با آیات اتفاقات مختلف برای ما روشن هست. بله. ابعادش اون چیه؟ بله. عیسی بار دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد و روح خود را تسلیم نمود. روح خود را تسلیم نمود. بله. ما پس از مرگ بدنمون در خاک دفن میشه. بله. و به خاک تبدیل تن میشه. بله. و حتی پس از بازگشت ثانوی خداوندمون، بدنی که قیام میکنه بدن تبدیل شده است. بله. این فیزیک دیگه نیست. نیست، نه. بله. بله. من امیدوارم موهای ریخته شده این من وقتی خداوند من بیاد. نه، موهای خوبی داری شما اتفاقا. بله. خیلی جوان موندی. مرسی. با بدنی تازه. بله. وقتی خداوند بیاد دیگه این بدن نیست. بله. اما روح نزد کی میره؟ خدا. یه روح خودشو به خدا تسلیم کرد. بله. برگردوند. بله. به نظر میاد این خواهش میکنم این مثال من رو عزیزان تعلیم ندونید. به نظر میاد که یک مرکز انرژی هست. یه منبع مخزنی هست که موقتاً این در بدن من به عنوان روح هست و دوباره باید برگرده اونجا. بله. وقتی کار کردش تموم شد دوباره برمیگرده به اونجا. بله. این نه تعلیمه. این فقط یک مثاله، خواهشن. بله. و این رو به عنوان تعلیم نگیرید که بله. برای برادر محمد گفت که بله. روح ما در یک مخزنی هست، ما باید به اون مخزن برای نه اینطور نیست. این میگه روح ما به خدا تسلیم میشه، باید برگرده به اونجا. بله. یک چیز خیلی مهمه بدونیم، فکر میکنم اینم خوبه که اشاره کنیم، که روح برای ارتباط ما با خدا آفریده شده، از همون بله. زبان، از همون کیفیت، بله. از همون بله. جنسه. بله. و اگر اون نبود این نقطه اتصال بله. معنی نمیداد. هدف روح فقط یعنی کارکرد روح برای ارتباط با خداست. بله. چون به همون، از همون جنس هست. بله. و وقتی کسی هنوز به مسیح ایمان نیاورده روحش تقریبا کارکردی نداره. بله. چون رابطه ای با خدا نداره. بله. ولی جان و جسمش کار میکنه. و وقتی روح خداوند بیاد پس از ایمان ما، پس از اونو زنده میکنه، اونو تازه، نه تنها تازه میکنه، چیزهایی که خاموش شده بود و فعال میکنه. بله. و به ما بله. کمک میکنه این کانکت. بله. 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 خدا برکتتون بده برای این توضیحات خوبتون کشورش. تصنیه باب 2:30 من براتون میخونم. بله. اما سیحون ملکه حشبون نخواست که ما را از سر حد خود راه بده، زیرا که یهوه خدای تو روح او را به قساوت و دل او را به سنگ ساخت. بله. تا او را چنان که امروز شده است به دست تو میگه تا روح او را، یعنی کاملا روح اونه، نه جان، نه چون در مورد بله. جان هم صحبت میکنه، دل ما روح او را میگه روح و جان او، روح او آری از هر گونه علایم روحانی شده بود. بله. یعنی بله. اصلا مثل تبدیل شده بود به یک سنگ، بی احساس، بدون عاطفه. بله. بله. و ما میگه حتی دل او، اون اون فاکتورایی که گفتیم در مورد احساسات عواطف و اونا. بله. وقتی بله. میگیم چه سنگ دله، یعنی بله. نشانه هایی از عطوفت و احساسات در او نیست. نی. بله.
هر چی که به محبت، رحمت، فیض و کتاب عزرا، عزرا باب یک آیه یک. بله، ما در مورد روح صحبت میکنیم. عزرا یک یک. بله، لطف میکنید. در نخستین سال کوروش شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد و آن را به این مضمون بنگاشت: به سود و به نفع کی؟ یهودیان. میگه روح کوروش رو، نمیگه جسمش رو، دیگه نمیگه جانش رو، روح کوروش برانگیخته شد. بله. او از دین او متفاوت بود با دین یهودیان. خدای او با خدای یهودیان متفاوت بود. اما روح خداوند روح او رو برانگیخت. او نسبت به یهودیان احساس دیگه ای پیدا کرد. این از یک منبع و منشأ غیر قابله. یا هم میگم برادر، بار اول شما رو میبینم، مثلا برادرش یه احساس خوبی به هم بعد به جدی اون برادر رو میشناسی، وقتی من دیدمش یه احساس خوبی به هم دست داد. روح خدا، خداوند روح منو برمیانگیزان. ما در کلام خداوند یه چیز به اسم تمیز ارواح داریم. روحی که بر من است شهادت میدهد بر روحی که بر دیگری است. بله. ما در مورد مسائل روحانی صحبت میکنیم. ایوب 34 آیه 14 هم بخونیم و این ایوب. بله، 34 14. زوراوران را بی تفحص خرد می کند و دیگران را بر جای ایشان می نشاند. 34 یا 24؟ 34 14. 34 14 رو ببخشید، من اشتباه خوندم. اگر دل خود را بر آن نهد که روح و نفس خیش را نزد خود بازگیرد. روح و نفس خیش را نزد خود بازگیرد. بله. اگر او دل خود را به وی مشغول سازد، اگر روح و نفس خیش را، بله، نفس خیش را نزد خود بازگیرد. او در مورد روح داره صحبت میکنه و در مورد جان. بله. نه تنها ما دو آیت قبلی خوندیم که بابا روح و جسم با هم متفاوته. بله. خداوند خیلی واضح به ما میگه که روح و جان هم دو چیز کاملا منفکه و عمل کرده. بله. کاملا متفاوته. بله. این مبحث خیلی گسترده ای عزیزان، بسیار زیاد و خطرناک و خطرناک که تعلیم غلطی ازش ساخته بشه. و تشویقتون میکنم که کتاب مقدس رو خوب در این باره مطالعه کنید و تحقیق کنید. به پایان برنامه‌مون رسیدیم برادر مدبر و برنامه دیگر رو تقدیم حضور بینندگانمون کردیم. تا برنامه آینده شما رو به فیض خداوند و سلامتی خداوند ما عیسی مسیح میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com